خب وقتش رسیده بود بچه ها، خیلی وقته که از من درخواست کرده بودین که ترکیبه بذار حاجی یه خورده صدای این دوباره زیاده، بدبختی افتادیم از صدای این بازی. حاجی خیلی وقت شده بود که هی درخواست میکردین اتک لاولون بذار، اتک لاولون بذار برای تانال 14، چون من اگه اشتباه نکنم بچه ها برای تانال 11 تا حالا ویدیو گذاشتم لاولون، تانال 12 13 و الان دیگه چی نوبت تانال 14 هستش که یه لاولون مشتی و خفن، یه آموزش بمب هلو بچه ها با هم اینجا داشته باشیم. خلاصه ترکیبی که اینجا براتون آوردم بچه ها لینکشن رو قسمت دیسکریپشن میذارم، اینجا همونطور که ببینیم ما اینجا یه آرچر، دو تا والبرکر، سوپر والبرکر، 24 تا بالون، دو تا ویزارد، یه بیبی دراگ، 11 تا مینی، 3 تا لاوا هاوند بچه ها، یک آیس کولن به همراه 3 تا هد هانتر به عنوان اسپل، ما اینجا 3 تا فریز داریم، 5 تا اسپل اینویزیبیلیتی به همراه 3 تا اسپل هیست یا همون اسپل سرعت. توی یک لنکاستر اون بچه ها که یکی از مهمترین قسمت های این ترکیب هستش، 3 تا بربر، 2 تا گولم به همراه 4 تا سوپر ویزارد داریم. بله بچه درست حد سرین، اگه این بربر ها و این دوتا گولم ها نباشن، میگم گولم گابلین بچه، این دوتا گابلین رو نباشن، آقا دیگه ترکیب کار نکرد، تقصیر من نیست. 3 تا بربر آجی باید با این دوتا گابلین داشته باشی دیگه. به عنوان اسپل هم یک سم به همراه یک رج بچه کافیه، به عنوان ماشین هم حتما حواستون باشه که بتل بیم پرو داشته باشید. خلاصه جوری که ما اتک میزنیم بچه ها، اول با این لاوا هاون شروع میکنیم. بذار من یه دقیقه پاس کنم و سعی میکنم زیاد پاس نکنم که اعصابتون خورد نشه. ببین بچه ها، ما اول یه جوری با لاوا هاون رو بذاریم و بعد پشت سرش بتل بیم پرو همون موقع بندازیم. برای چی این کار انجام بدیم؟ برای اینکه بچه ها لاوا هاون وقتی پرواز میکنه، ببین جونش زیاده، خب زیاد به دردم نمیخوره اگه راستش بخواین. این حاجی این هرچی ارمایند سبز سفید سیاه قرمز رو این چی به خودش میگیره و اون موقع بتل بلیمپی که جونش کمتر از خیلی کمتر لاوالونه لاوا هاونده زنده میمونه. بتل بلیمپ رو بچه ها میبرین وسط بیس میندازینش و با اسپل اینویزیبیلیتی و ریج روشون کار رو ادامه میدین. حالا من برای چی اینجا دقیقا بچه ها پیاده کردم؟ ببین وقتی ما با این ترکیب لاوالون اتک میزنیم، به نظر من شما روی تاون هال و کلنکسل طرف خیلی تمرکز کنید. تاون هال کلنکسل طرف رفتن پایین، شما نگران چیز دیگه نیاز نداره باشین. خیلی ها مثلا میگن، من شنیدم میگن ایگل مثلا شاید خیلی مهمتره، باید تو پرایورتی باشه. من به نظرم این نیست. تاون هال هاجی از بین ببر با کلنکسل، سعی کن تاون هال از بین ببری و با چند تا چیز مثلا کنارش، اگه تونستی مثلا ایر دفنس چیزام کنارش بزنی، اسکتر بزنی، ایگلو بزنی چه بهتر. اما مثلا مثل این بیس اگه ایگل یه طرف بود، مثلا تاهال یه طرف بود، یا مثلا اگه تاهال اینجا بود برای مثال ایگل اینجا بود، به نظر من حاجی شما باید برین برای تاهال. پس نکته شماره یک بچه ها، حتما حواستون باشه که تاهال از بین بره. خلاصه اینجا بچه ها ما سوپر ویزاردامون دیگه شروع کردن به داغون کردن طرف، همونطور که میبینین یه دمیج مشتی دارن به طرف میزنن، کوین کلنکسل طرف از بین بردن، یکی از ایکس بار از بین بردن به همراه تاهال. و حاجی ناموسن نگاه کن، ما اصلا همین بلیزارد لامصب و بد چیزیه، ناموس اصلا میزنه پاره میکنه بچه ها. خب حالا شاید سوال تو این باشه که آقا ما الان اینجا رو زدیم، الان دیگه چیکار کنیم؟ وقتی که مثلا این وسط از بین بردیم دیگه چیکار کنیم؟ ما الان آیس گولم و خب کینگ و کوین و والبریکرهایی که آوردیم اینجا دقیقا چی به دردمون میخورن؟ برای چی اینجا به دردمون میخورن؟ برای اینکه من همینجا میتونم برم یکی از ایر دفنس ها رو بین ببرم، همین که میتونم ایگل رو بزنم و رویال چمپیون یارو. ببین این تیکه چقدر ما میتونیم با یه آیس گولم و هیروامون، با من هیرو همه هیروانا کینگ و کوینمون، ببین چه چیز خفنی میتونیم بگیریم، کینگ کوین به بی دراگون و ویزارد ها. ببین اینا رو اینجا بچه ها میندازیم، حتما حواستون باشه که کینگ مثلا بره داخل تو این شرایط. حالا اون وال بریکره من خواستم بیاد اینجا رو بین ببره ولی دیدم هیچ فرقی نداشه اینجا رو بزنه، فرقی نداشت. و خلاصه آجی ناموسن ببین چه دمیج اینجا به یارو وارد کردیم، چه صدمه زدیم. من اینجا یه هیت هانترم برای احتمال انداختم تا دهن کوینمون سرویس نشه. خب حالا بعد این که میگیم که اینا از بین رفته شدن، از بین رفته شدن حاجی، دارم کلمه ها و جمله های جدید درست میکنم. وقتی اینا از بین رفتن، هدف بعدیمون چیه؟ ما باید ببینیم ایر دفنس ها، آیر دفنس های طرف، بله آیر دفنس های طرف بچه ها کجا؟ شاید سوال اینجا باشه که حاجی ایر دفنس های یارو اصلا برای چی مهمن؟ خیلی سوال خوبی پرسیدی. ایر دفنس های طرف بچه ها، آیر دفنس های طرف خیلی مهمن برای اینکه لاوا هاوند که میندازین، لاوا هاوند هدف اصلیش ایر دفنسه. ببین من الان اینجا یه ایر دفنس اینجا میبینم، خب یکی اینجا میبینم، یه دونه اینجا میبینم، یعنی که شما اگه مثلا از نقطه A، اگه بگیم اینجا نقطه A، خب نقطه الفه، اگه شما از نقطه الف لاوا هاوند رو بندازین با بالون ها، این داشمون میره اینجا، خب از اینجا میره به نقطه B
از نقطه ب میره به نقطه چی؟ الف ب پ میره به نقطه پ یا همون نقطه سی به انگلیسی. خب از A میره به B، از B میره به C. یعنی یه جوری استراتژیکلی بچه به طرف اتک بزنین که اینا از یه نقطه A برن به نقطه B، از اونجا برن به نقطه C. یهو اینجوری نشه که مثلا یه ایر دفنس اینجا شو داشته باشه یارو، بعد چه میدونم یکی اون طرف داشته باشه، بعد چه میدونم یه دونه این آخرش، اینجوری قاطی‌پاتی نکنید. خلاصه کینگ کوین و این داشای ما همونجوری دارن از اونجا بچه‌ها ادامه میدن. من متاسفانه دیدم که اینجا نه کوین رفت حاجی ایگل رو بزنه نه کینگ بیشور، به خاطر این مجبور شدم که آرسیم رو بندازم و این ایگل رو بین بره، چون اگه ایگل رو بتونین از بین ببرین قبل اینکه لاوالونتون رو شروع کنین خیلی خوب میشه. و حالا اینجا وقتشه که بچه ها لاوالون رو شروع کنیم. میبینین که بالون گروه های 3 تا 4 تایی میندازیم. حالا ببین من اینجا میتونستم یک لاواهون رو اول بندازم و یه دونه برای بعدن نگه دارم، ولی خب عشقی بود همینجوری انداختم. ببین بچه ها همه بالوناتون رو به نظر من همون اول کاری استفاده نکنید بهتره. برای چی؟ برای اینکه بتونید مثلا 4 5 بالون داشته باشین از بغلای خورده بندازین این حرفا. و نکته بعدی اینه که شما از اسپل سورالتون باید به خوبی استفاده کنید. مثلا وقتی دارن میرن سمت مولتی اینفرنو چیزی یا اول فاز بهتره که اون موقع داش استفاده کنید. و این نکته مهم دیگه هم بهتون بگم بچه‌ها، با قدرت واردنتون گدابازی در نیارین، سعی کنین همون وقتی که میبینین اوضاع خیبته دیگه حاجی ناموسن استفادهش کن. ببین دیگه نمیدونم چجوری بگم، خب من اولی که شروع کردم با این لاوالون تمرین کنم فکر میکردم مثلا مثل ترکیبای دراگون اینا میتونم نگه دارم یا وقتی نزدیک یک دفاعی خاصی میشم مثلا استفاده کنم. بعدا دیدم نه حاجی جون بالون اونقدر زیاد نیست و مثلا طرف اگه مولتی اینفرنو داشته باشه، ویزار تاور داشته باشه، خدای نکرده خدای نکرده یه تله هوایی هم بیاد، بوم همه بالاناتون بچه‌ها به فنای سگ میرن و اتکتون هم خراب میشه. پس یادتون باشه با قدرت واردن گدابازی در نیارید، خیلی خیلی بچه‌ها چیز مهمیه و نباید فراموش شه. اینجا بچه‌ها دقیقاً همون چیزی گفتم، ما لاواهام رو میندازیم میذاریم میخوره تله هوایی کش کنه و وقتی ببینین که مسیر بچه‌ها صافه میتونیم از بلیمپمون استفاده کنیم. اینجا اگه دقت کنین بچه‌ها من چی رو فریزش کردم برای اینکه اسپی پرن زیاد کرم نریزه، بلیمپ رو بچه اینجا لند کردیم، سوپر ویزارت های زیبامون اومدن بیرون و چی دارن به طرف دمیج خفنی میدن، ایگل طرف رو گاز از بین بردیم، ایکس پوش داریم از بین میبریم، یه ایر دفنس اگه اونجا دقت کنین از بین میره و تاون هال به همراه یک سینگل اینفرنو. او آجی دو تا سینگل اینفرنو پشمام، چقدر دمیج خفنی به یارو زدیم. بچه ها همونطور که میبینین الان این تیکه بیس یارو کاملا مثل سیب زمینی له شده. حالا نوبت چیه بچه‌ها؟ نوبت اینه که اتک رو با هیروها شروع کنیم. همونطور که می‌بینین من از این طرف شروع کردم، کینگ کوین به همراه آیس گولم یه طرف، وال بریکر رو انداختم به همراه هیت هانتر، بیبی دراگون یه طرف دیگه که خورده مسیر باز کنه و اینجا خواستم که فقط این تیکر رو از بین ببرم و شاید بتونم که این ایر دفنسر هم از بین ببرن. الان وقت اتک لاوالونمون هستش که گفتم بالون ها رو به صورت گروه های کوچیکی میندازین. هتانترا رو اینجا انداختم تا چی دهن هیروها رو سرویس کنن و قدرت واردن هم زود استفاده کردم تا همون دیگه داشت میگم گدابازی در نیاوردم دیگه توی کلمه اینجوری بگم. بالون ها بچه ها کم 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 میرفتن جلو. از اسپلان میگم بچه ها اسپلان به خوبی استفاده کنین. اتک اگه مثلا با دراگون، من خودم دقت کردم اگه با دراگون زیاد اتک بزنی احساس میکنم اول بچه ها لاوالون یه خورده سخت باشه. آرسیم هم که از اون طرف انداختم تا بره ترتیبمون دفاعی گوشه رو بده. حالا برای چی بچه ها اگه با دراگون زیاد اتک زدین؟ میگم دراگون جونش خیلی بیشتره و مثلا اگه من ترکیب دراگ داشتم مطمئنا اینجاها که میرسیدن قدرت واردن رو میزدم. بعد خب همونطور که گفتم بچه ها بالونا بنده خدا جونشون زیاد نیستش دیگه، بنده خدا جونشون زیاد نیست، باید یه خورده ساپورتشون کنین، ضعیفن. و همونطور که میبینین بچه ها آرسی هم اومد، این ابیلیتی جدیدش بچه ها خیلی بمب کرده، هوگ میاد بیرون اصلا حرف نداره. به نظر من خیلی دیگه زیادی سوپرسل قوی کردین آرسی رو، ولی خب من که کمپلین ندارم. و همونطور که میبینین بچه ها بیس طرف رو به سادگی زدیم صافش کردیم. لاوالون خیلی خیلی ترکیب فان و خفنی هستش به نظر من بچه ها. این نکته های کوچیکی که من بهتون گفتم و نکته های کوچیک و بزرگ که بهتون گفتم و حتما برید تمرینش کنین، یاد بگیرین و وقتی که یاد گرفتین این ترکیب یه جوره مثل هیبرید بچه ها رو خیلی بیسه کار میکنه. و به علاوه اینا میگم به نظر من خیلی ترکیب فان خفن با مزه باحال و عالی هسته. خب حاجی عطایی که میخوایم بزنیم به صورت لایو به این بیسه هستش
که بذار بریم از این طرف بندازیم لاوالونمون رو ببینیم آیا میتونیم به این ایگلش هم یه دمیج کوچولوی بزنیم یا نه، و امیدوارم که این آدم برسه. نایس بچه ها، دقیقا رسید به همون جایی که میخواستم، شاید یه خورده زودتر اگه پاپ میکردم بهتر بود. امیدوارم سوپر ویزاردا بچه زیر سم تا حال نرم سرویسشن، نه فکر نکنم این اتفاق بیفته، چون که آره یه خورده یه نمه اومدن این بابا برو اون برداداش ایگل رو بزن دیگه، ناموسن چه گوساله این شما ها ابله ها، حقتون اینجا زدین سرویس شدین. واقعا احمق، یه مش گاو دور هم افتادن میخوام برن واسه من تان هال بزن. خب داداش برو بزن و چی رو نابود کن دیگه. درک اینا اینجا میندازیم و اینم پشت سرش کینگ بچه ها، اگه برون ایر دیفنسر رو بزنه عالی میشه. خلاصه کوین هم که داره میره جلو بچه، خیلی این اروی جدش عالیه واقعا، حرف نداره. کینگ بچه متاسفانه زیر چیز رفته، من اینو یه خورده باید ساپورتش کنم از اینجا. خب بذار ما لاولونمون رو حاجی، به نظر من از این طرف اگه شروع کنیم بهتره. اینو اینجا میندازیم، اینو اینجا، یکی دو تا سه تا اینجا، سری اینجا واردن رو هم میندازیم کنارش و یه دو تا هیت هانتر اینا که انداختیم، مینین ها همون لحظه در پشت سر و ساپورتشون. بچه ها این اسکتره هم به نظرم اگه بفریزیم خوب، اینا رو بیاییم خورده جلوتر بذاریمشون. قدرت واردن رو به زودی، نه الان فکر کنم هاجی یه خورده زوده برای قدرت واردن اگه من رو بپرسی. پارسین هم از این بالا میندازیم، این واردن عزیز اگه یه خورده آره سریع تر بره خیلی خوب میشه. هی داره این اسیفره بهش کر میرزه، تا الان که بچه ها به نظر من داره اوکی پیش میره. خب اینجا یه اسپل هیس بچه ها میندازیم رو اینا تا سریع تر برسن به ایر دفنسه. آرسیمون هم که داره باشون جلو میره، به نظر من بچه ها فعلا که همه چی خوبه. قدرت آرسی رو بچه ها میزنیم تا فقط این هوگاش بیان بیرون. حاجی من از این سینگل اینفرنو این بی پدر مادر خورده میترسم که آخر اتک رو خراب نکنه، و فکر کنم بچه ها همه چی اوکی پیش رفت. بله همونطور که میبینین دفاعی ها اینا رو یارو زدیم، و اینکه واقعا یعنی من هر چی از این قدرت جدید آرسی بچه بگم از این ابیلیتی بازم کمه. این هوگاش خیلی کمک میکنه، یعنی بی پدر من یه خورده لیولش بالا ببرم، اصلا یه ترکیب درست میکنیم بچه ها مخصوص همین قدرتش، نظرتون چیه؟ خلاصه همونطور که دیدین بچه ها سه ستاره رو گرفتیم و خیلی حال داد. دیدین که بچه ها ایگل رو نتونستیم دوباره بین ببریم، ولی مهمترین قسمتش این بود که تا حال بین بره، چون ایگل رو بعدا میتونیم میگم با کینگ کوین آیس گولم و سوپر وال بریکر را به همراه ابی دراگون از بین ببرین، و هیچ نیازی نیستش که بترسین، چون که مشتبا اینجاست همیشه با یه آموزش خفن. اوکی رفقا، همونطور که میگین دیگه پایان ویدیو رسیدیم، و امیدوارم از این آموزش بمب و از این ترکیب خوشتون اومده باشه. گایز لایک یادتون نره، کامنت انگلیسی هم حتما بذارین. حالا ولش کن بابا، شما کامنت عادی که نمیذارین، همون انگلیسیشو ولش کن، همون کامنت عادی رو بذار بره بابا گور پدر انگلیسی. خلاصه دیگه فکر نکن حرف خاصی برای گفتم مونده باشه، پس وقتشه بگین تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدارتون باشه.